درود به همه دوستان و همسفران عزیز. همینجور که پشت سرم میبینید من امروز اومدم با تو کیوز و قرار اینجا رو با همدیگه ببینیم، پس با من همراه باشید. اینجا یه تمپل یا همون معبد هندوه و در شمال کوالالامپور قرار گرفته. خواهم الان معبد ترم بهتون نشون بدم. این مدلیه. اینجا در 13 کیلومتری شمال کوالالامپور قرار گرفته که مثلا من الان با ماشین اومدم حدوداً 20 دقیقه بیشتر طول نکشید، یعنی از سنتر که اومدم حدوداً 20 دقیقه بیشتر طول نکشید و خیلی هم نزدیک بود، راحت هم بود، یه اتوبان بود مستقیم میخورد. واسه میگم یعنی مسیرش دور نیست مثل جاهای دیگه که تمپلای دیگه مثلا کنار کوه و غار و اینا هستن و فهم میکنیم فاصله شون زیاده. اینم اسمش بچه، این تصویر رو همیشه توی عکس ها و فیلم ها زیاد دیدیم. بچه همینجور که میبینید کاملا یه رنگبندی متفاوتی داره و همین رنگبندی خیلی قشنگش کرده. با سرچی که انجام داده بودم که بخواستم یه اطلاعاتی در مورد اینجا بدونم نوشته بود 272 پله داره تا اونجا تا اون بالا و نمیدونم زیاده کمه، کم نیست. خیلی معبد قشنگه بچه، تا دلتون هم بخواد میمون زیاده، حواستون باشه مثلا عینک و این چیزاتون رو نبرن. بچه همینجا که میبینید خوشگله و پایین پامون هم میمونه. من فهم میکردم فقط روی دیواران. الان یه نم بارون هم داره میزنه. بچه این دیگ واسه یه دونیشنه. بچه این دیگ واسه یه کمکه، برای خواهی دیگه دیگه پر نمیشه. معلوم شما هندو هم خوش اشتهان. چه پلاه رنگی داره، خیلی خوشگل پلاه. میمونا همش همینجوری زیر دست و پامونن، هی پامون میره رو دماشون. مزه اول برای خلوتر اینگه. ما بچه ها عشنگه چون که رنگی هم هستن پلاش نما رو ویوش رو قشنگتر کرده. بچه ها 272 تا پله رو بریم بالا. اگه لایک میزنین تا برم بالا، اگه لایک نمیزنین نرم این همه را رو. بچه شیب پله هاش هم خیلی ها، یعنی این مثلا پله حالتش اینجوری باشه نرمالش، این اینجوریه.
اوف عرق کرد پشت عینک. حسابی ورزش این الان. وای دیدم مهمونه اینجا بود. از اون باید همه بریم بالا. بچه ها کلن خونده بودم یه قسمتش نوشته شده بود این قسمت کلن بر میگرده به 400 میلیون سال پیش، یعنی مال اون موقع است. نه اینکه منظورم هندو باشه، نه اصلا، ولی اینجا به الان دیگه اوی زیر پامونو جلومونو همه جا در میاد. یکی دو بار پامو گذاشتم روی دماشون، چه دمای بلندی هم دارن. نگاه کنید، من نمیستم دوم میمون اینقدر بلنده. از نه دیده بودم ولی نه این مدلش رو ندیده بودم. دیگه الان از مجسمه بالاتری طبعا کل شهرم میبینیم، ولی خب هوا اونجور صاف نیست. امروز هوا یکم نیمه ابریه که من الان بارون زد. خب دیگه داریم میرسیم حداقل به این قسمت. نمیدونم حالا بیشتر پله داری یا نه. آها یس رسیدیم. حتی اینجا بارون زده. اینجا بارون زده. کلن واسه کمک همچین دیگاهی رو گذاشتن. ماشاءالله چه دیگاه بزرگی هم هست. دقیقا اون مدلی که اصلا پر نمیشه. حتی اینجا صبح و شبا همیشه دعا میکنن. اینجا سوونیر هم میفوشه دیگه. بچه پله هنوز ادامه داره. این توی قاره. باید پله ها هنوز نکنم اونجا باید بریم بالای پله. این هم ورودی بود که اومدیم. اینجا داره آب میریزه رو اون. ببینم این سقف کوه سوراخ. جدی سوراخه. آه چشم عرق کرده بود پشت عینک. اینجا خود دیگه نسبتا نور کمتره. گفته با کفش نباید وارد بشید. اوکی بریم کفشمون رو در بریم پس. نمیخواد کفشمون رو بذاریم زیر بغلمون؟ ببریم تو پلاستیک. من کوله پاشی دارم ها. خروس هم دارن.
خروسه در قوقو میکنن. نمیم صداش شنیدی شما؟ واو رد و برق هم زد. یادتون باش دیدید؟ نمیدونم کسی در میاره یا نمیدونم کسی در میاره واقعا یا صدا خروس دارن. جدی چرا دارم مجسمه طاووس اینجا؟ این نه اینا واقعا خروس ها رو پیدا کردم. خروس دوستا از خروس خوشگلان چی میگن؟ میگفتیم خونگی هن. یا تو ماشه یه خروس های بود سفید هن که میگفتن کارخونه ای و این مدل خروس ها میگفتن خونگی. بله اون مدل باحال هم داره خروس های لاری. چه همه اینا دارن دعا میکنن. لحظه گرخیدم گفتم چی شد؟ حواستون بود یه دفعه شروع که از زدن و صدا این شیپورو نمیدونم چی بهش میگن. کفیانو بپوشیم؟ نه خوبه خوبه کفیانو کسی نبرده. نمی قسمت دیگه شو باید بریم جلوتره میره بالا فکر کنم موزه باشه. خیلی خوشگله. جدی ولی گرخیدم یه دفعه صداش بلند شد. قراقاتی هم میزدن اصلا فکر نکردم فکر نمیکردم یک دفعه همچین صدایی در بیارم. واقعا جاهای طبیعی حالا هندمید هم درش به کار میره دیگه یکم درست درش میکنن خیلی خوشگله. تا جایی که فقط هندمید باشه یعنی که ساخته شده باشه. خب اینم از بالاترین معبدش اونجایی که عبادت میکنن. راهبه هاشون فرق میکنه ولی قیافه هاشون رو به کامران خیلی شبیه هندی ها هن. راهبه های
بودا حس میکنم تمیزترن، یعنی از منظورم ظاهریشون رو دارم میگم ها، نمیگم آدم های مثلا کسی، ولی ظاهران خیلی تمیزترن. یا مثلا خودشون که گلمالی یا یه چیزای سفیدی الان مثلا به صورتشون مالوندن و اینجوری لخت و اینجوری هن. ولی راهبای مثلا بودا که زیاد دیدیم توی تایلند بیشتر مخصوصا، نه اینجوری نبودن اصلا، خیلی خوشگله، جاش خیلی خوشگله. اونجا چیه جلوشو گرفتن؟ چی نیست، یه کار تعمیراتی تا انجام میدن. آه تا یادم نرفته اینم بهتون بگم که ورودی نداشت، بعد لازم نبود که تیکت تهیه کنید واسه چیزی، ولی اون قسمتی که مثلا میخوام برین داخل، مثلا جایی که عبادت میکنن، یه قسمتی زده بود تیکت ولی کسی نمیخرید، همه هم میرفتن اونجا که کفش داره بودیم رفتیم داخل. حالا نمیدونم الان اینجوریه ولی کلا، ولی اجازه داده بود تیکت، ولی هیچ کس هم تیکت، نه که تیکت میخرید نه چیزی بود. اوکی گایز، travel safe. Take care. Yes, maybe see you in London. Take care. Yeah, take care. Bye bye. این سه تا پسر رو که دیدیم داشتیم صحبت میکردیم و اتفاقا خنده داره چقدر از لندن اینجان، اصلا منظورم تایلند و سنگاپور و تو سنگاپور هم با یه نیفتیم تو سنگاپور هم با یه ایرانی آشنا شدم و اتفاقا Hey guys, you right? Hello guys, how are you? Thank you, mate. با یه ایرانی با یه نفر آشنا شدم، بعد شروع کردیم انگلیسی صحبت کردن اینا، بعد گفتم خب چهرهت هم میخوره ایرانی باشه، بعد آره ایرانی هم اینا، بعد دیگه شروع کردیم فارسی صحبت کردن. بعد تازه جالبتر این بود که دوتامون هم مال لندن بودیم، جالب شد دیگه، خیلی مشترکامون چیزای صحبتیمون بیشتر شد و دیگه جاتون خالی یه روز قشنگی رو باهاش داشتیم، منظورم یه چند ساعت چون اون شبش قرار بود حرکت کنه واسه کوالالامپور که من برمیگشتم فردا صبح برمیگشتم بانکوک و الان من کوالالامپورم ولی اون لندنه الان. از داخل غار بود که دو تا معبد، نه سه تا معبد داره، یکی هم چهار تا، ولی اونجا دوباره بالا هم داشتن. آره پنج، بعد بخوای اگه بخوایم با کوچیکا حساب کنی نزدیک 6 تا معبد داره داخلش. Hey buddy. How are you doing? Where are you from? London. Well, Iranian. Yeah, near the Lords. But I'm Iranian. How are you? I'm from right? Pakistan. Okay. Coming here for holiday? Yeah, holiday. Okay, do you like it? How did you find out? Cool? On Google. The place is wonderful. Oh yeah, it's amazing. Yeah, you're blogging or we have? Yeah, I'm new blogging for YouTube. Can I have your channel? It's time for travel. Time for travel? Yeah. Okay. That's good. Well, without a space, yeah? Without just space. Time for travel. Okay. Thank you guys. Yeah, see you around. Take care. الان دوباره
الان دوباره همه پلا رو ببریم پایین. میمونه و سری میرن راحت. Okay. No worries. No, it's fine, man. یه پوینت خوبش اینجا اینه میموناش اذیت نمیکنن، فقط میان اگه بخواد چیزی بهشون بدی، غذا بدی یا چیزی، ولی خوشبختانه مثلا جای دیگه نیست که مثلا مثل بچه دعواش میشه با خودشون با آدمانه. می‌بینید رنگو؟ خیلی قشنگ در میان. یه آدم سخت کوش و کار سخت. یعنی همه پله رو ببره بالا با این وسیله رو سرش، با این بارا. سخته، کار مشکلیه. نونی که میبری خونه کاملا حلاله، اصلا قصهشو نخور. بچه یه جورایی تو تعداد کفترها، کبوترها با میمونا رقابته. توی دقیقا نمیدونم کدومش بیشترن. چی بود؟ Hey guys. You right? این هم جایی بود که رفتیم بالا داخل اون قسمت که بعد پشتش هم رفتیم تا جایی که شد. یه قسمت دیگه واسه عبادت هم هست که این قسمته و اینجا هم میرن واسه عبادت. کلا وقتی ورود میکنید هم قسمت سمت چپ هم قسمت سمت راست دو تا حالت معبده، الان هم دارن تمیزش میکنن. خب ببینم میشه فیلم بگیریم. الان شیر داخله و یه هندو، مجسمه هندو ولی خوابیده. اگه ببینید تیره است ولی اونجا. یه بزرگتر چون که دیگه کفش باید در بیاری دیگه مثالی کفش در بردن ندارم دیگه. الان این هم یه نمای کامل. این برم کبوتر ها زیادن. کلاً حس میکنم اون قسمت واسه میمون هاست، این قسمت واسه کبوتر ها. صدای زنگه خیلی طولانیه، یعنی که از موقعی که میزنه تا مدت خیلی زیادی همینجوری زنگه رو میزنه. وگرنه صدای خوندنشون یا چیزای دیگه تبلویناش اوکیه، این صدای زنگه خیلی طولانیه. میگه بعد از یه چند دقیقه، چند ثانیه زیاد اذیت میکنه. Thank you.
بیرونش هم این شاپای لوکال داره واسه یه خرید و درینک و خوردنی و اسوازی واسه بچه ها و بعد یه مدل خوردنی هم داره مثل غذاهاش مثل غذاهای هندی هست همه. حالا می جناب خوردنی هاشه های چی داره مثل زولبی هست حتی زولبی هست دیگه منظورم ولی خیلی رنگش متفاوته. ببرم تا سبز و قشنگه بهتون نشون بدم. چیه یه چیزی مثل حالت رستوران باغ چیه این؟ نمیدونم من تابلوی ازش ندیدم. اوکی نه این ما چه خوشگله اینجا اون که معبد است یعنی اون آخریه که بهتونشون دادم ولی این بریم سر غذا با هم دیگه دعوا هلو می How you doing, you all right? آره بچه میوه میفروشه همون منگوسین و چیزهای دیگه. بچه اینجا این کیو ویلاه بعد پرفورمنس دارن واسه دنس و این چیزها با لباس های تردیشنالشون و مدل های مختلف و الان بسته است. صدا میمونه آه صدای توتیه. اوه بچه ای برم باله همیشه با کفش نریم بالا هایه میبینید بالا حالت معبد عبادت میکنن و اونجا هم یه عقابه کلن این قسمتی که من توجه کردم تمامش معبده یعنی کنار کوه و قاره معبده بچه اینجا پر طاووسه نگاه کنید معلومه؟ چکم دوربینش رو نزدیک کنم میرم واسه تو میرم میتونیم ببینیم میبینید؟ داخل پره البته نمیدونم با چشم الان با دو تا دوربین شما میبینید یا نه ولی پره اگه باز بود حتما این ویلا رو میرفتم تو بال داخلش خیلی خوشگله نوشته بعد قیمتش هم چیزه 5 رینگیت حالا بهتون میگم 5 رینگیت چقدر میشه به پول ما یه پوند هم نمیشه میشه 83 پنس که 83 پنس هم میشه بگین نزدیک 60,000 تومن من بین 55 تا 60 تومن اینجوری اینا در حال خوردن اوه چقدر بچه هم دارن بخور این کارتون ندارن اوی دعواشون شد چقدر چیزن هم مثلا یکی از غذاشون میخوره به هم حمله میکنن دیگه این دیگه تمام با تو کیویز بود یه تمام جایی رو که بود و اطرافش رو سعی کردم بهتون نشون بدم و در کل خوب بود بدتون نمیاد اگه بیایید حداقل عکسای خوشگل میتونید بگیرید و واسه ورزش کردن هم بد نیست بچه جدیدن هر کشوری که من رفتم سنگاپور دارم فکر میکنم هر کشوری که من رفتم تمام فرموناشون فرمونای ماشینشون مثل لندنه مثل انگلیسه تایلند که مثل انگلیسه اینجا هم مثل انگلیسه مالزی و
سنگاپور. سنگاپور هم مثل انگلیس فکر کنم، حس میکنم، مثلا مطمئن شم. آخه اونجا توجه نکرده بودم. ببینم خروجیشه. خوشگله. بچه اینجا بولت نداره و باید از اپ گراب استفاده کنیم. خب ماشینی که اوردر دادم اومد. مرسی که توی ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. یادتون نره که حتما واسه من لایک کنید و اگه من رو تا الان ساب نکردید حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. من برم که طرف منتظرم ماشینه. پس تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار. بریم بریسم به این ماشینه. زود اومد، فکر می‌کردم بیشتر طول می‌کشه. یا ویتینگ فور مای اون. اوکی، واسه ببین بچه این 46-24 اوکی اینه. الو من. ایوه.